رسیدن به هدف خاص قانونی خود شروع به کمپاین کردیم، شروع به مبارزه کردیم و هشتگ را اندازی کردیم. قطعا که می دانستیم مبارزه سخت هست و خصوصا در کشوری مثل افغانستان، و ممکن است که خیلی دیر به مقصد برسیم، دیر به او هدف خود برسیم. با حمایت شخص رئیس جمهور، معاونین محترمشان، وکلای پارلمان و تمام مردم، ما توانستیم که به طول 3 سال تلاش و مبارزه به این خواست قانونی خود برسیم و برای مادران هویتشان را برگردانیم و یک سری حقوق و سهولت‌های برای مادران قائل بشیم از طریق درج نامشان در تذکره تابعیت فرزندان. خوشبختانه درج نام مادر در تذکره تابعیت فرزندان از طرف شخص رئیس جمهور توشیح شد، که ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که بعد از 3 سال تلاش و مبارزه مداوم توانستیم که به هدف خود برسیم و نام مادر را در تذکره تابعیت فرزندان درج بکنیم. متاسفانه چون افغانستان یک کشور سنتی هست و محدودیت ها و محرومیت های بسیار زیادی در بطنش برای زنان پرورش داده، زمانی که ما میخواییم بر علیه یک فرهنگ و سنت نادرست مبارزه بکنیم، بر علیه یک تابو مبارزه بکنیم، با مخالفت های شدید جامعه سنتی افغانستان برمیخوریم، که خب زمانی که شروع به مبارزه میکنیم حتما در مورد تبعاتش هم فکر میکنیم. پیام برای همه زنان سرتاسر دنیا و زنان پاکستان این هست که برای زندگی انسانیشان، برای حقوق انسانیشان، برای یک زندگی راحت و برای خواستهای قانونیشان مبارزه بکنن، تلاش بکنن. قطعا که سخت است، باید از خارستانها بگذاریم برای رسیدن به هدف، اما هدف هرچقدر هم که دور باشه، راه رسیدن به هدف باز است.